همراه میشیم با همکارم جواد همدانی در اسلام آباد. جواد، آخرین تحولات و واکنش ها سنش بین دو طرف ایران و پاکستان را از خودت بشنویم لطفا. الان که من با شما دارم صحبت می کنم، درست 48 ساعت پیش اولین اتفاقی افتاد که ایران در داخل خاک پاکستان عملیات نظامی رو انجام داد و تقریبا 12 ساعت از عملیاتی که پاکستان به عنوان عملیات تلافی جویانه در داخل خاک ایران انجام داده میگذره و در این 48 ساعت اتفاقهایی بین دو کشور افتاده که در تاریخ 70 ساله دو کشور بی سابقه بوده. سفرهای دو کشور برگشتند به کشورهای خودشون، یعنی روابط دیپلماتیک تا این حد پایین آمده و هر دو کشور همدیگر را متهم میکنن که آنها در واقع تجاوز کردن به خاک آن کشور و فعلا هم در این حال که من با شما دارم صحبت میکنم واکنش ها به شدت همچنان ادامه داره و هیچ کس اصلا باور نمیکنه در داخل پاکستان که ایران چرا اول در واقع دست به همچین کاری رو زده. یکی از تحلیلگران معروف پاکستان به نام طلعت حسین حمله پاکستان رو یک فرصتی برای ایران عنوان کرده، گفته که ایران اگه بخواد حالا از این فرصت میتونه استفاده کنه که بحرانی که خودش به وجود آورده آن را پایان بده. البته او تاکید کرد که راه تعامل باید باز بشه. همچنان فردی دیگر به نام مشرف زدی که کارشناس امور دفاعی و سیاسی هم هست، ایشون بر این باوره که وضعیت به طور بی سابقه خطرناک و غیر قابل پیش بینی است. او همچنان گفت که ایران جنگ طلبی میکند و در واقع یک رژیم انقلابی بدون همچین فضای حماسی نمیتونه دوام بیاره، لذا ایران برای حالا تثبیت نظام خودش مجبور هست یا به گفته او ناچار است که دست به همچنین کارهایی بکنه که حالا منجر به تنش‌ها بین پاکستان و ایران شده. همچنان او ایران رو متهم کرد که ایران پیشتر هم در امنیت پاکستان رو خدشه‌دار کرده و با دشمنان پاکستان همکاری میکرده. سراج الحق یک رهبر یکی از احزاب دینی پاکستان به نام جماعت اسلامی است که میشه گفت تمایلی به ایران هم داره این حزب، او هم تعجب کرده از عملکرد ایران. البته گفته که تنش‌ها و چنین وضعیتی که فعلا بین پاکستان و ایران هست، این نه به نفع ایران هست نه به نفع پاکستان هست و او گفته که اسرائیل و آمریکا و این کشورها هستند که از این وضعیت سود میبرند. شیرین مزاری یک کارشناس امور دفاعی پاکستان هست، او از عملکرد ارتش پاکستان حمایت کرده. همچنان اعزاز چودری و عبدالباسط که دو دیپلمات پیشین پاکستان هستند، آنها هم اقدام ارتش پاکستان رو ازش تحسین کردند. اما شیرین مزاری این سوال رو مطرح کرده که این پرسش رو مطرح کرده که چرا کار به اینجا رسیدی که دو کشور دوست، همسایه و حالا برادر در همچین شرایطی قرار گرفتن که الان یک بحران خیلی عمیقی به وجود اومده. رئیس جمهور پاکستان عارف علوی هم پیشتر از عملکرد ارتش پاکستان حمایت کرده، تعریف کرده و گفته که پاکستان برای دفاع خود هر چه لازم باشد آن را انجام خواهد داد. البته او بازم ایران رو کشور دوست توصیف کرد. پیشتر ارتش پاکستان هم در خصوص نحوه این عملیاتی که در داخل خاک ایران انجام داده ویدیوها رو منتشر کرده و ارتش پاکستان، وزارت خارجه پاکستان و نهادهای دولتی پاکستان تأکید میکنن بر این مسئله که آنها به هیچ وجه ایران را هدف قرار ندادن، ایرانی ها را هدف قرار ندادند و حملات آنها دقیق بوده و آنها بنابر اطلاعاتی که از پیش داشتن از پناهگاه های گروه های تروریستی به گفته پاکستانی ها بر اساس آن این عملیات را در داخل خاک ایران انجام دادند. ممنونم از توضیحات جواد همدانی، خبرنگار ایران اینترنشنال در اسلام آباد.